سلام و شامتان بخیر. به فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: خوشبینی محتاطانه به آغاز گفتگوهای میان افغانان تا چند هفته دیگر. من محتاطانه خوشبین هستم که گفتگوهای میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در چند هفته آینده و در ماه جولای در دوحه آغاز شود. دو طرف میپندارند که گفتگوهای صلح زمانگیر و پیچیده خواهد بود. من آنان را ترغیب میکنم تا انعطاف پذیری و آینده نگری داشته باشند. حکومت افغانستان هم شمار زندانیان رها شده طالبان را بالاتر از 3800 تن میگوید. نماینده های امریکا و بریتانیا اما ادامه خشونت ها را از سوی طالبان، تضعیف کننده صداقت طالبان درباره صلح و حتی برهم زننده آغاز گفتگوها می دانند. گفتگوهای رو در رو با طالبان چه زمان آغاز می شود؟ در این باره با مهمانان برنامه آقای مولانا فرید، نماینده ویژه معاون اول رئیس جمهور که در استودیو حضور دارند، و دکتر عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل که از آکسفورد بریتانیا به برنامه پیوستند بحث میکنیم. آقای فرید، با شما آغاز بکنیم. چرا گفتگوهای میان افغانان آغاز نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت بینندگان محترم، خدمت مهمان شما آقای عزیز بارز. از نظر دولت افغانستان و دنیا شاهد هستند که هیچ موانعی در راه شروع گفتگوهای صلح با طالبان وجود ندارد. دولت افغانستان از سالها به این طرف با ادبیات صلح‌آمیز همیشه آمادگی خود را با گفتگوهای صلح با طالبان نشان داده است و هیچ زمانی هم نسبت به پروگرام مصالحه، گفتگو و مذاکره به خاطر حل مشکل سیاسی در افغانستان، حل مشکل جنگ در افغانستان، آمدن یک امنیت سراسری، هیچ وقت و هیچ زمانی هم دولت افغانستان به ارتباط کوتاهی نداشته. فقط مشکل به نظر ما، مشکل اساسی مشکلی است که از جانب گروه طالبان و از جمله جانب گروهی که در تصمیمایش مستقل نیست، از جمله گروهی که از بیرون تمویل میشه، تجهیز میشه، منافع استخبارات منطقه را تمثیل میکند، هر مشکلی که است از جانب زواست. بنان بهتر است که این سوال از طالبان شود. ولی همونطور که میدانیم آقای غنی 15 روز پیش در 11 جون در کنفرانس شورای اتلانتیک گفت که همی هفته اعلام میکنم زمان گفتگوها را، مکان گفتگوها را. حال مردم میخواین بدانن از دولت افغانستان که مشکل اصلی چی است. خب 5000 زندانی باید رها میشد که نشده. مثلا یک مانع که مردم میگن همی از دیگه 3813 تالان شده. مشکل در کجا است؟ چرا آغاز نمیشه؟ چرا حتی اعلام نمیشه؟ چرا مشخص نشده؟ ببینین، اگر قضاوت درست صورت بگیرد، صلح جاده یک طرفه نیست. مشکلات هم از یک طرف ایجاد نمیشه. صلح جاده دو طرف است. قضاوت باید به این طور قضاوت داشته باشیم که دولت افغانستان هر وقت هر زمانی که اعلام میکند آماده مصالحه است. اما جانب دیگه که باید در پروگرام مصالحه آمادگی جدی داشته باشد، استقلال عمل داشته باشد، اونا هستن که تا هنوز هیچ زمانی حتی نگفتین که ما حاضر به مصالحه با دولت افغانستان هستیم. هیچ زمانی چیزی را به نام مذاکره با دولت افغانستان در تعهداتشون وجود نداشته. دولت افغانستان امی دیروز سخنگویش بسیار به شکل جدی، به شکل گلامیز، به شکل ازی که طالب به صلح تعهد نداره، نمی اندیشه، اما مشکلات با مردم افغانستان شریک ساخت. از نظر ما ای که دولت افغانستان میگه در فلان تاریخ آماده استیم، بلی دولت افغانستان آمادگی دارد، به شرطی که یک گروه جنگ طلب به نام طالب ای آمادگی را به خاطر مصالحه با دولت افغانستان، با مردم افغانستان، با قطع کشتار داشته باشد. ما هنوز نمیدانیم. این مسئله رو میخوایم باز تاکید بکنم. مشکل چی است؟ آقای غنی وعده کرد نتانست به وعدهش عمل کنه. خشونت ها افزایش یافته، تعیین نمیشه زمان، زندانیا به مو رقمی که باید برسن نرسیده، طالب بهانه گیری میکنه. چی است مثلا؟ ببینین، آیا دولت افغانستان هم زندانی زندانی است یا نیست؟ بله کاملا. آیا تنها زندانی
زندانی طالب است که چپن بپوشه و لنگی بگیره و پول از زندانا بدون قید و شرط رخصت شود. کجاست تعهد طالب زندانی های دولت افغانستان را رها کردنش؟ در کجاست؟ 600 زندانی رها شد. این تعهد باید تعهد دو جانبه باشد، نمیتونه تعهد یک جانبه باشد. آیا رها نکده طالب ها؟ 600 زندانی طالب ها فعلا در حدود 400 و چند زندانی هیچ حرفی ندارند، آدرسی ندارند. فکر میکنم شاید تمام از رو شهید ساخته باشند، اصلا پیشان وجود نداشته باشه. پس مسئله رهایی زندانی هاست. بله، آیا دولت افغانستان این حق ندارد که از نیروهای رسمی قهرمان خود که حافظ جمهوریت هستند، حافظ نظام هستند، حافظ مردم هستند، از اسرایش نگهداری بکند و سوال کند که اسرایش در کجا هستند؟ استاد شکر آقای بارز، کی تعهد به صلح نداره؟ کی ضعیف عمل میکنه که تا حال مذاکرات میان افغانان آغاز نشده؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم طلوع و مهمان برنامه آقای مولانا فرید. ببینین بحث صلح افغانستان یک بحث پیچیده چند جانبه است که در اینجا تاثیرات ملی و بین المللی وجود داره. ولی این که شما سوال می‌فرمایید که کی تاثیر گذاشته که مصالحه آغاز نشود، من فکر میکنم آغازی را که ایالات متحده آمریکا کرد که با طالبان و توافق رسید از لحاظ حقوقی مشکل داشت. یک گروهی که به نیابت کشورها و استخبارات منطقه و جهان در افغانستان می‌جنگه میران با یکی از قدرت‌های بزرگ جهان که در افغانستان حضور نظامی و معاهده استراتژیک و افغانستان دارن، معاهده امضا میکنن، توافقنامه امضا میکنن که نقش پای دولت افغانستان از لحاظ حقوقی اینجا گم است. ما اگر یک دولت مقتدر داشتیم، ما یک دولت داشتیم که از لحاظ مالی و کشورهای جهان خصوصا ایالات متحده آمریکا وابستگی نمیداشت، دولت افغانستان از لحاظ حقوقی هیچ نوع الزامیتی نداره که این توافقنامه را بهش عمل بکنه. حالا زیر فشار یا مصلحت هرچی دولت افغانستان قبول کرد که بیشتر از 80 زندانی طالبان را رها بکنه و طالبان تا اکنون رسما هیچ جای اعلام نکردند که اینا دولت افغانستان را به این یک طرف مذاکره به رسمیت بشناسند و با اینا مذاکره میکنند. در گذشته ها بار بار شما شاهد بودین، رسانه ها شاهد است که اونا دولت افغانستان را دولت دست نشانده میخواندند و نمیخواستند که با اینا مذاکره کنند. حالا خب مسائل فشار گذشت. حالا خب طالب در همون توافقنامه هم متعهد شده که در صورت که 5000 زندانی طالبان رها میشه، اونا متعهد به شرکت در مذاکرات بین الافغانی هستند که تا ده مارچ بود اتفاق نیفتاد، ولی حالا 3813 زندانی رها شده، مذاکرات آغاز نمیشه. مسئله چیست؟ مشکل چیست فکر میکنین؟ ما مشکل دایی نمی بینم که بحث زندانی ها درست است که یک بحث حیثیتی با طالبان است، ولی بحث اصلی باشد. بحث اصلی این است که طالبان دارای یک ظرفیتی نیستن که دارای تشکیلاتی باشن و او تشکیلات هم انعطاف پذیر باشه و دلسوزی به افغانستان داشته باشه که اینا بیان و بنشینن با دولت افغانستان و با مردم افغانستان مذاکره کنن. بحث اصلی است که طالبان یک گروه نیابتی و یک گروه تروریست و یک گروه ملیشه هستند که از کشورهای زیادی در جهان پول میگیرن و میجنگن. بر طالبان خیلی مشکل هستند اگر در بینشان افراد ملی و وطن دوست وجود داشته باشه که اونا بتونن مستقل عمل بکنن، چون اینا از پاکستان هم یعنی در عمل هم در پاکستان اینا پایگاه نظامی دارن، در ایران دارن، از روسیه پول میگیرن، از صد ده ها سازمان استخباراتی دیگه پول میگیرن که همه اینا خواسته هایشان را میخوان در افغانستان توسط طالب عملی بکنن. ولی طالب این چانس نمیگذاره این خواسته ها که بتانه و او ظرفیت نداره که بیای یک شبه مستقل باشه و منافع کلان افغانستان فکر بکنه. من برای این فکر میکنم این آغاز مذاکرات وقتگیر خواهد باشه. آنچه را که در گذشته وعده دادن، تشکر آقای بارز، آنچه را که بعدا وعده میدن ما انتظار نداشتیم. درست، برمیگردیم با شما. بسیار تشکر. ادامه فراخبر را پس از وقفه ببینید. با ادامه فراخبر خوش آمدید.
آقای فرید، با این وضعیت باور بکنیم که تا چند هفته دیگه در ماه جولای این اتفاق بیفته، گفتگوهای میان افغانان آغاز شود، طوری که خانم لیونز میگه، و هم تو که میدانین 4 روز پیش خانم لیونز با ملا برادرم دید در دوحه قطر و او دیدار را صمیمی خواند، هرچند خوشبینی محتاطانه داره، فکر میکنین اتفاق بیفته؟ یکی از نکات مهمی که در صحبت های نماینده سازمان ملل در افغانستان به نظر میخورد خوشبینی محتاطانش است. نماینده سازمان ملل شاید این بارها باشد که همچی خوشبینی را نسبت به آغاز مذاکرات صلح در افغانستان با مردم شریک ساخته است، اما هیچ وقت یک تاریخ قاطع و یک زمان مشخص را نسبت به شورای مذاکرات صلح سازمان ملل به عنوان همکار کشورها یا جانب سیومی که باید زمینه را زمینه مذاکره مساعد بسازد تا هنوز با مرد افغانستان چیزی نگفته است. و جالب چی است؟ جالب است که در امون مجلسی که نماینده سازمان ملل صحبت میکند و خوشبینی محتاطانه دارد، در امون مجلس نماینده امریکا و بریتانیا میگویند دوام خشونت ها از طرف طالبان صلح در افغانستان به تهدید برده است. و این واقعا به شهادت بین المللی این طالب است که صلح در افغانستان نمیخواهد. و این طالب هستند که در افغانستان مصالحه را نمیخوان و دنیا شاهد قضیه است و دوتر یک سازمان جهانی و دو نماینده مهمی که عضو دائمی شورای امنیت هستند با شمول امریکا و بریتانیا، اونا میگن که دوام خشونت از جانب طالب مشخص میکنن این باعث ازی شده است که باید صلح افغانستان دست خوش حتی نابودی شود. درست. این یک موضوع است. موضوع دوم هم است که در اراده مردم افغانستان، در اراده سیاستمدارای افغانستان چه دولتی چه غیر دولتی و در اراده دولت افغانستان هیچ نوع شک و تردید به عنوان شروع مذاکرات وجود ندارد، اما میکانیزمایی که باید شروع مذاکرات پیش بره و شروع مذاکرات زمانش مشخص بسازه، این میکانیزما شریک دو جانبه داره، جاده یک طرفه نیست. همون قدره که دولت افغانستان مکلف است، طالب بیشتر مکلف است. حتی دولت افغانستان از لحاظ اصولی، چون که شریک مذاکرات نبوده است، از لحاظ حقوقی مسئولیت نداره که آنچه امریکا امضا کرده باید دولت افغانستان عملی بسازه. اما دولت افغانستان یا به لحاظ همکاری با استراتژیک با ایالات متحده امریکا یا به عنوان یک دوستی که در کنار دولت مردم افغانستان امریکا قرار دارد، حاضر شد که در تسهیل او توافقنامه همکاری بکند با دولت امریکا. بنابراین او قدر خواسته را که ما و طالب جدی از دولت افغانستان داشته باشد و این خواست آنقدر خواست عملی و خواست حقوقی نیست. درست. آقای فرید، وقتی میگن عملی ساختن تعهدات یک جانبه نمیتونه باشه، باید دو جانبه باشه، پس قرار نیست که از رقم 3813 که فعلا هستیم بالا بریم، یعنی زندانی های بیشتر رها نمیشن و زودی؟ ببینین، ما میگم مکلفیت دولت افغانستان است که از زندانی هایش و از اسرایش حمایت همه جانبه بکند. وقتی که طالب می از تروریستای خود که هزاران مردمه به شهادت رساندین، آمدین در دهن وزارت داخله انفجار دادین، در دهن یک شفاخانه آمدین، در چارای زنبق مردم را به خاک خون کشاندین، آمدین در جنازه شهید سالم زدیار، آمدین در مساجد مردم به شهادت رساندین، پس از او حمایت میکنه. پسر جلال الدین حقانی در 19 نوامبر آزاد شد، حافظ رشید، مادی خان، یعنی این توجیهات نمیتونه مردم اقناع کنه دیگه. اجازه بدین، امو هم که آزاد شده بودن، امریکایی‌ها یک تعهد به دولت افغانستان سپرده بودن در آزادی از اونا، تعهد سپرده بودن که طالبا حاضر میشن که مستقیما با دولت افغانستان ببینن. او هم به ارتباط یک وسط نیت بود، شروع مذاکرات بود. درست. آغاز مذاکرات، حتی امریکایی‌ها به دولت افغانستان گفته بودن که شما فکر کنین که 3 نفر به چندین هزار طالب اضافه میشه، چی از دستشان میاد؟ درست. دولت افغانستان به عنوان حسن نیتی کار کرده بود، بنابراین باید طالب با تعهداتی که در برابر امریکا کرده
با مردم افغانستان گرش طالب گفته می جنگم با امریکا تعهد داره، باید به تعهدات خود عمل بکنه تشکر. و زندانیای نیروهای امنیتی دولت افغانستان رها کنه، نه مردمی که از شهر بازار از موتر پایین کرده. تشکر آقای بارز. در نزدیک به نیم قلمرو کشور جنگ جریان داره، در 15 ولایت عملا طالبا حملاتشان را انجام میتن، خشونت ها افزایش پیدا کرده. شما شنیدین که نماینده امریکا گفت که ادامه خشونت ها آغاز مذاکرات را ممکن است برهم بزنن. نماینده بریتانیا گفت که صداقت طالبان تضعیف میکنن. طالبان چی میخواین؟ چی هست هدفشان از این کار؟ طالبان یک گروه منسجم و یک حزب دارای تشکیلات نیستند که اونا باور داشته باشند به مبارزه سیاسی. بنان طالبان بردشان را در جنگ میدانند و در ادامه خشونت ها. و دوم هم طالبان قسمی که بیشتر اشاره کردم خودشان نیستند، اینا دست نشانده یک اینه که چند کشورن از اینا پول و تسلیحات میگیرن، مجبورن، خصوصا پاکستانی ها که خوشبین نیستند که در افغانستان ثبات بیاد، اینا با خشونت ها ادامه پیدا میکنن. و از جانب دیگه برداشتی نادرست دارن، فکر میکنن که به هر اندازه اینا خشونت ها را ادامه بدن دولت افغانستان زیر فشار قرار میدن و این باعث میشه که امتیاز بیشتر میگیرن، که از نظر من و این یک حرف درست نیست. دولت افغانستان همزمان باید دو برنامه روی دست داشته باشه، برنامه صلح و برنامه دفاع از اراضی افغانستان و نابودی تروریست‌ها و طالب از داعش از هر کسی است. و از جانب دیگر ایران باید تصریح بکنم که دولت افغانستان هم بدون نفت نیست. ما در 5 سال گذشته دولت وحدت ملی را داشتیم، یک برنامه مدون و هماهنگ که همه جناح‌های حاضر در نظام با او توافق داشته باشند در رابطه با صلح و آغاز مذاکرات نداشتیم. حالا این چانس به دولت افغانستان میسر شده. درست. دیگه ما دولتی نداریم که چی داشته باشه، مثلا قصر سفیدار داشته باشه که برنامه های ریاست جمهوری اخلال بکنه. امیدوار هستم که این بار شورای مثال ملی در هماهنگی با تمام جناح‌های سیاسی و مدنی و فعالین مستقل رسانه‌ای و مدنی یک طرح درست را تدوین بکنن که در اونجا دیدگاه های احاد ملت افغانستان انعکاس پیدا بکنه. درست. که ما بتانیم یک قدم به مذاکره نزدیک شیم. اگر طالبان این طرح مدور را نمیپذیرن، آن زمان است که نیروهای امنیتی ما با انگیزه بیشتر جهت نابودی تروریستان گام برمیدارن. جدا از مسئله طرح، آنچه که فعلا مطرح هست شروع مذاکرات میان افغانان است. آقای بارز، تا هفته های آینده شما چه فکر میکنین؟ باورتان چیست؟ آغاز خواهد شد در جولای؟ ما فکر میکنم هیچ ضمانتی وجود نداره که مذاکرات آغاز شد. با توجه به اون نکاتی که قبلا اشاره کردیم، طالبان یک گروهی نیستن که منسجم و خودشان تصمیم بگیره. امیال هم شاید گروه های زیادی در داخل افراد یا گروه های زیادی در داخل طالبان در جبهات جنگ باشن که با این مذاکرات خوشبین نیستن، چون این جنگ تنها جنگ نیست، اینجا تجارت است، قاچاق مواد مخدر است و هزار حرف و حدیث دیگر. ما فکر میکنم آغاز مذاکرات هم به این معنا نیست که ما که مذاکرات آغاز شد همه مشکلات ما پایان یافت. شاید بعد از آغاز مذاکرات ما متوجه شویم که چه مشکلات فراراه صلح وجود دارد. از جمله این که طالبان اگر بخواهند با تحت عنوان امارت اسلامی و یا بخواهند نظام را قبول نکنند، قانون اساسی را قبول نکنند، حقوق زنان و حقوق بشر را قبول نکنند، اینا همه چالش هایی است که میتونن مذاکرات را ناکام بسازن. آقای بارز، اگر کوتاه تر لطفا پاسخ بدین در رابطه با این که در همون یک مقطع مهم چرا صدای از شورای مصالحه ملی شنیده نمیشه؟ پرسش های بی پاسخ زیاد است شورای مصالحه ملی. شخص دکتر عبدالله عبدالابانان رهبری کننده امور صلح، چیزی ازشان شنیده نمیشه؟ شاید چالش های زیادی داشته باشن، از جمله که هنوز هم رسما تشکیلات اعلان نکردن. چرا نکردنی هم سوال از دیگه. خب این چراها را من نمیتونم از آکسفورد بله. ولی باور شما چی است؟ بیا و جواب بده که چرا این کارا نشد. باور شما چی است آقای بارز؟ باور من تنها میتونه این باشه که بدون شک کمکاری صورت گرفته و غفلت صورت گرفته. باید در این مدت بیشتر از یک ماه اینا هم شورای مصالحه ملی تشکیلات اعلان میکردن، هم روی یک تیمی
کارا کار میکردن و هم در بحث معرفی آن در وزرایی که مربوط تیم اصلاحات و همگرایی است این کارها انجام میشه. بسیار تشکر آقای فرید. خانم لیونز نماینده ویژه سازمان ملل بر افغانستان باورشی است که گفتگاه سال زمانگیر خواهد بود، پیچیده خواهد بود. افغانستان چطور ظاهر خواهد شد اگر در جولای مثلا آغاز شود؟ البته انتظار میرفت در 15 جون یک اتفاق بیفته که نیفتاد. در این گفتگاه پیچیده و سرنوشت ساز چطور ظاهر خواهد شده؟ یک مسئله را نماینده سازمان ملل دقیق گفتین. طالب و امریکا وقتی که مذاکره کردن دو اجندا داشت. اجندای طالب بود که از افغانستان بیرون شوین، اجندای امریکایی بود که از افغانستان امریکا مورد تخصص قرار نگیره. 18 ماه مذاکره کردن. اما مذاکرات دولت افغانستان شامل بسا مسائل است. قانون اساسی است، حقوق بشر است، حقوق زن است، دموکراسی است، انتخابات است، آزادی بیان است و و و و و. اگر واقعا روی از این مذاکره صورت بگیره، با گفته نماینده سازمان ملل شاید بسیار زمان در بر بگیرد. او هم در صورتی که اگر اراده باشه زودتر فیصله میشه قضیه. با اینکه پاکستان نمیخواد شاید این مسئله بسیار پر پیچیده و یک مذاکرات بسیار مشکل زمانگیر باشه. یک نکته دیگر که در این زمانی که امریکا با طالبان مصالحه کرده، اما در این زمان وزارت خارجه امریکا طالبانه پاکستان متهم به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان میداند. پس شما فکر کنین که وقتی که همچی یک چیز وجود دارد و اذعان دارد حکومت امریکا به حمایت طالبان از پاکستان حتی در این زمان، پس معنایش ایست که اگر 10 بارم مذاکرات صورت بگیرد تا که پاکستان دست درازی خود در افغانستان قطع نکنه، مداخله خود قطع نکنه، حمایت از گروه های تروریستی مست طالب نداشته باشد، ما شاید شاید دوامدار جنگ در افغانستان باشیم. پس برای چی پیش میریم دیر اول؟ ببین و ایم یک سوال است. یک سوال است. باید ما روزه اول هم بارا در میز شما گفتیم. یکی از مشکلات را که خلیلزاد و یا امریکا در نظر نداشتن حمایت خارجی طالب بود که پاکستان است. به او اساس ما مطمئن نیستم در صورت مذاکرات هم تا که پاکستان نخواهد دوام جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کند. این باور دولت افغانستان هم هست دیگه. بله طبعا. و مخاطر است که دولت افغانستان نسبت به نیات پاکستان بسیار بی‌باور است. شما یک کار فکر اگر مذاکرات آغاز شود یک مدت طولانی رو در بر بگیره، توافق امضا شود، خب چیز ضرور گفت هر چیز احتمال داره. یک نکته دیگر براتون مهم است، سوال مردم میشه جواب بدین. بله بله. در صورتی که شما باور ندارین که می راه ما رو به صلح میرسونه، چرا با پیش میرین؟ ببینین ما نمیخوایم که از جمله مردمی باشیم که نسبت به ما ایتر قضاوت شود که زمینه مذاکرات مساعد شده اما دولت افغانستان آماده مذاکرات نیست. ما این بهانه، اما در قسمت مداخلات پاکستان هوشیار هستیم، استخبارات پاکستان هم میدانیم و هر روز رهبرای افغانستان نسبت به این قضیه اخطار دادن به دنیا که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله دارد. ببینید امی که عمران خان میگه اسامه شهید شد. بله. این یک گپ ساختگی از عمران خان نیست. اعتقاد سیاست مدارای پاکستانی است. هر کسی به خاطر تباهی افغانستان می جنگد ولو که از هر کشوری می باشد شهید است. تشکر از حضور مهمانان بحث. سپاسگزار بیننده های فراخبر. شب بخیر.